دبیرستان زاگرس می‌رفتیم. تقریبا نزدیک میدون 24 اسفند که الان میدون انقلابه. تایم تعطیلی ما ساعت 4 بود و بیروت قرار گذاشته بودش که 4:30 باید خونه باشیم. در چه ما مستقیم باید از مدرسه تا بریم برسیم خونمون همین آباد بود همون 4:30 و اگه دیر میرفتیم صدا میکرد ما رو تو اتاق، بعد کمربند صدا میکرد و اگه من به تو نگفتم شروع میکرد زدم. بعد طوری بودش که حتی مثلا برای اینکه خودش بازیگره، من بعدها فهمیدم که اکت میکرد زدن و که یه درسی رو به من بده. در این حال بعدش خودش قلبش میگره، مثلا من میرفتم پایین قلب چیز میوردم، همین قنداب میگم بشون آب قند و اینو میورد میخوردم، یه ذره حالش بهتر میشد که من دیگه مثلا تکرار بشه. خانداداش غلط کردم خوردم دیگه دیر نمیام. خانداداش بلند شد، خانداداش خوبه. آره یه ذره بلند میشد، تو پدر منو در آوردی آخه، چند دفعه میگن مگه. ولی بعدها همون کسایی که در واقع همکلاسی های من بودن و بعدها که گذشت و ما بازیگر شدیم و بعد اینا منو پیدا کردن و دیدمشون، اکثرشون رو دیدم یا معتاد شدن یا در یک شرایط روحی بدی بودن. بعد متوجه شدم که کاری که بهروز میکرد واقعا درست بود، چون اینا هم مدرسه در میرفتن، میرفتن سینما یا مثلا حتی شهر نو اون موقع نمیدونم میرفتن اونجا. به من میگفتن من از ترس بهروز نمیرفتم. بعد فهمیدم که دلیلش همینه که دوست بعد به مرور زمان آدم رو خراب میکنه، چون به من همینا اصرار میکردن که باشون برم. قربا بچه ننه ای داشم میزنه نمیدونم فلان یعنی چی اینا. ولی خب من مجبور بودم بیام سر. این چیزی بود که شما گفتی فدا شما شم. و خیلی جالبه که از این که تشریف آوردید برای فیلم بلوچ گفتید که شخصی قرار بوده که آیکیوی من انتخاب کردم. بله ما سر صحنه، من خب اکثر صحنه های بهروز رو میرفتم. سر بلوچ خب قصه طوری بودش که باید یکی میمد میزد گردن کلفت اون آدمی که بهروز زدتش، حالا رفته گردن کلفت رو برده، اون گردن کلفت این گروه باید میمد بهروز رو میزد و یک کشیده میزد تو گوشش، که در واقع منظور این بودش که شهری ها مثلا چه رفتاری دارن با اینا، که زنش اخته شده، خودش هم دیگه آدم قلدریه ولی کشیده میخوره و عکس العمل نباید نشون بده. خب به هر حال بهروز اون موقع قیصر رو کار کرده بود و اینا، و طوری بودش که به این نتیجه رسیدن که خب قشنگ نیست مثلا تو گوش بهروز بخوره الان یه سوپرستار جایزه اونجوری گرفته و اینا. بعد مسعود پیشنهاد کرد که این نقش رو چنگیز بازی کنه. بهروز هم نه ما آلوده این کار شدی برای اینو نمیخوام بیاد کنم، ولی با این مسائل بالاخره به این نتیجه رسیدن که ما این کار رو بکنیم. حداقل میگن که برادر زد تو گوشش. خب ما هم اومدی وایسادیم دیالوگا رو گفتیم، ولی خب صحنه وقتی که دوربین رفت پشت من، چون من برای سر فیلم های بهروز میرفتم میدونستم پی او وی چیه، نمیدونم پلانک شات چیه، کلوزاب چیه، چون صورت من نبود، صورت درشت بهروز بود، من خیلی محکم زدم تو صورتش که باعث شد حلقه اشک افتاد تو چشم بهروز. باید بگیم معذرت میخوام از همشون. من احساس کردم یه لحظه به روز اول ناراحت شد، چون اون همیشه ما رو با کمر بندیدن، برای اولین بار ما یه کشیده محکم زدیم تو صورتش. بعد حس بازی رو گرفت و لرزش داد به صورتش. اگه شما نگاه کنیم فیکس رو این بکنیم مشخصه که اشک افتاد تو چشش. و بعد پلان رو ادامه داد و کات دادن. مسعود گفت خیلی خوب شد. من به روز رو بغل کردم گفتم خانش ببخشید و اینو، همون چیزایی که شما گفتین، یک کشیده وقتی طبیعی باشه یه نگاتیو سالها میمونه، دردش هم بعد یه ساعت دو ساعت خوب میشه ولی سالها رو نگاتیو میمونه. آره من گفته بودم ولی نه به این محکمی دیگه. اینجوری شد که شوخی شوخی بود. خوشحالم از اینکه کنارتون نشستم چایی یادتون میکنم. فقط بسن خطام یکی از خاطره قشنگ که با بهروز دارید. خاطرات قشنگی که من داشتم وقتی که بهروز کارش توی
یه شخصیت تموم میشد مثل گوزنا قیصر اینا، چون زمانی که توی شخصیت ها بود نه مهمونی میرفت نه با کسی رابطه داشت نه تلفنی حرفی زد، من تلفن رو جواب میدادم که از اون شخصیت بیرون نیاد. حتی تو خونم قیصر بود یا گوزنا بود، حتی سر گوزنا نمک میریخت رو ضربه وقت کبریت بود گرفت زیرش اون دندونا رو میذاشت که اون حس رو اعتیاد نداشتن سر گوزنا هیچ وقت بهروز تنها نه، چون بعضی از مطبوعات میگفتن که بهروز عمدن رفته 4 ماه. نه ما اون شخصیتی که شخصیت واقعی گوزنا بود که یه آدمی بودش که توی فیلم هم میبینیم قدرت توی کوچه نشسته اینجوری هیروین میکشه، اونو با آقای کیمیایی بردیم ویلامون تو شما بهش هیروین میدادیم میکشید، بعد خاطراش تعریف میکرد، مسعود پلان بندی و سکانس بندی میکرد روی حرفای اون، به روزم متمرکز میشد روی شخصیت. تنها چیزی که خاطره که بود این بودش وقتی فیلم تموم شد بهروز میگفت مثل اینکه از این شخصیت اومدم میمد بیرون، میگفت مثلا یه شخصیتی رو متولد کرده حالا میخواد برگرده باز بشه بهروز وثوقی. آیه چه با هم شنو میکردیم دریا رو 2 ساعت، بعد میمدیم کباب میخوردیم قایق سواری میکردیم تا با این چیزا بیاد از شخصیت گوزنا بیرون. بازیگری میتونه از نظر حسی وارد یه شخصیتی بشه که بتونه وقتی اون شخصیت تموم شد بیاد بیرون و کارهایی که مربوط به خود شخصیت بهروز وثوقی میشه، مهمونی بره، نمیدونم با خانوادهش باشه اینا، تا بیاد بیرون، تا نیای بیرون تتمه رسوبات اون شخصیت باهات هست، تو فیلم بعدی اونا رو با خودت میبری. که این بهروز قصدش فقط این بودش که بیاد توی عالم هنر سینما کاری رو بکنه که دیگران نمیکنن، در صورتی که بهروز کسی بودش که زمانی دیپلمشو گرفت، من یادم فیلم ناصر ملک‌موتی 4 رای حوادث رو میرفتیم سینمای اسکار توی اسکندری میدیدیم، بعد میمد خونه میرکو کلوم میریخت رو عرقگیرش، بعد چاقو میگرفت جلوی آینه عکس میگرفت و جستای ناصر رو داد، یعنی فیوریتش ناصر بود که بعدها هم اگه یادتون باشه ناصر بعد از یه مدتی رفته بود کنار، ولی بهروز با فیلم قیصر ناصر اومد که استادش یعنی فیوریتش بود و توی کار سینما. خب ببینیم تو عالم هنر اگر شما قصد خدمت نداشته باشید و بازدهیتون برای نسل آینده نماشه میایین و میرین کنار. کنار شما آقا موقع تست چیز شونه؟ روششون چش الان میام یه دقیقه دیگه چش باشه. ما الان اینجا کوچیکه، خبرها مثل باد میپیچه، فکر منم بکن.